برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. در هفته‌های اخیر تعداد زائران خانه خدا نسبت به ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که هزاران نفر از کشورهای مختلف برای انجام اعمال عمره منفرده به زیارت مسجد الحرام مشرف می‌شوند. بر اساس گزارش سعودی‌ها در حدود 6 ماه اخیر نزدیک به 5 میلیون نفر از زائران خارجی برای زیارت خانه خدا به عربستان سفر کردند که این تعداد پس از ایام کرونا رکوردی در تعداد زائران به شمار می رود. این امر در حالی است که حدود 3 سال گذشته به دلیل شیوع کرونا تعداد کل زائران خانه خدا در هر سال کمتر از این تعداد بود. سید اسدالله جولایی رئیس هیئت امنا ستاد دیه کشور ایران با اشاره به جمعیت 2404 نفری زندانیان مهریه گفت این روزها بدهکاران مالی ناشی از تعهدات مهریه نه بابت ناتوانی در تأمین سکه های هم اندازه با سالهای تولد شمسی خانم های متقاضی که به دلیل عدم امکان پرداخت 3 یا 4 سکه در حبس گرفتار شدند. وی در ادامه افزود در حال حاضر بیش از 2000 زندانی مهریه در ایران وجود دارد. مسلمانان بریتانیا سالانه حداقل 1 میلیارد پوند به امور خیریه کمک می‌کنند. اندیشکده موسوم به آیان مستقر در لندن با نشر این گزارش پیش‌بینی کرده این کمک‌ها تا سال 2051 به 4 میلیارد پوند خواهد رسید. گفته می شود این مؤسسات در 90 کشور فعالیت داشتند، اما تمرکز بیشترشان بر 10 کشور از جمله پاکستان، بنگلادش، هند، یمن، سوریه، فلسطین، سومالی، عراق و کولومبیا بوده است. در 20 سال گذشته تعداد این گونه مؤسسات خیریه مسلمان رشد 91% داشته است. منابع امنیتی از نجف اشرف از برگزاری عملیات امنیتی پیشگیرانه در صحرای اطراف نجف اشرف پیش از زیارت شعبانی خبر دادند. در این عملیات گردان امام علی علیه السلام شرکت کرده و با هماهنگی پلیس نجف اشرف و فرماندهی عملیات شهر مقدس کربلا انجام شده است. لازم به ذکر است پیش بینی می شود مانند سالهای گذشته میلیون ها زائر و عاشق اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام برای زیارت شعبانی در 15 شعبان راهی شهر مقدس کربلا می شوند. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی که دیروز در نشست بین المللی اسلام حراسی در شهر پوتروجایای این کشور با رسانه ها صحبت می کرد از چاپ 2 میلیون نسخه ترجمه شده قرآن کریم خبر داد. او گفت در کنار توزیع 2 میلیون نسخه از قرآن کریم 10 میلیون رینگیت معادل 2 میلیون دلار آمریکایی برای چاپ و توزیع 20,000 ترجمه قرآن کریم به زبان سوئدی و سایر زبان‌های خارجی اصلی استفاده خواهد شد. نخست وزیر مالزی با اشاره به اهانت یک شهروند کشور سوئد به قرآن کریم گفته که با ترجمه و توزیع قرآن کریم به زبان سوئدی و سایر زبان‌های خارجی ممکن است باعث درک و فهم بیشتر دین مقدس اسلام گردد.